برای بحث درباره این موضوع مجید محمدی جامعه شناس از واشنگتن همراه ماست و اینجا در استودیو جمشید برزگر تحلیلگر مسائل ایران در بی بی سی. جمشید بذار از تو شروع بکنم، فیلم رو دیدی، به نظرت این فیلم خودمونی بگیم برای زدن آقای روحانی ساخته شده؟ خب کاملا بستگی داره که از چه زاویه به این فیلم نگاه بشه. به نظر میرسه که به 4 ماه بعد از نمایش اولیه این فیلم، حالا تعدادی از طیفی از طرفداران آقای روحانی به این نتیجه رسیدن که این فیلم برای تخریب اوست و برای به گفته شما زدن آقای روحانی است، با نشان دادن بخشهایی از زندگی سیاسی او که اتفاقا در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خود آقای روحانی هم خیلی روی اون بخشها مانور نداد و سعی میکرد چهره دیگری از خودش نشون بده. این همون نکته است که در واقع سازندگان فیلم دارن برش تاکید میکنن، میگن ما سوابق انقلابی آقای روحانی رو نشون دادیم، واقعیت هایی رو نشون دادیم و نشون دادیم که او چقدر با اصلاح طلبانی که امروز هوادار او هستن اختلافات بنیادی داشته در گذشته، و ما در واقع یک کار مثبت برای آقای روحانی انجام دادیم که سوء تفاهم ها در مورد او برطرف بشه. ولی به هر حال از هر زاویه‌ای که نگاه بکنیم به نظر میرسید که تصویری از آقای روحانی در این فیلم ارائه میشه که دست کم او و نزدیکانش خیلی تمایل ندارن که امروز اون چهره زیاد دیده بشه. آقای محمدی نظر شما چیه؟ به نظر میاد که فیلم در جاهای مختلف، همونطور که خود فیلم هم میگه، قرار هست که یک فیلم روایی باشه. عملکرد آقای روحانی رو در جنبه‌های مختلف میبینه، ولی بیشتر میگه که او از هر طرف باد میومده میرفته. به نوعی داره فیلم اینو انگار به مخاطب تداعی میکنه. نظر شما در مورد فیلم چیه؟ ببینید، اینکه این فیلم رو عمدتا در دانشگاه ها در میان بسیجیان، دانشجویان بسیجی به نمایش در آوردند و در مرحله هم که دست به دست می شده عمدتا در میان حلقات بسیجیان و نیروهای وفادار به حکومت دست به دست می شده، این نشون میده که هدف عمدتا همان چیزی است که نزدیکان آقای روحانی و امروز هم آقای لاریجانی مطرح کردن. هدف عمدتا تخریب آقای روحانی هست. 3 مطلب هست که کاملا روشن میکنه جهتگیری فیلم رو. فیلم از ابتدا که شروع میکنه تا به انتها نشون میده که آقای روحانی ابتداعا یک فرد انقلابی بوده و بعدا به یک فرد تجدید نظر طلب تبدیل شده. فیلم نشون میده که آقای روحانی یک فرد اصولگرا بوده، در جامعه روحانیت مبارز بوده، بعد به تدریج به سمت عملگرایان و آقای هاشمی رفسنجانی گرایش پیدا کرده. همچنین در مواردی مخالفت‌های صریح آقای روحانی رو، بالاخص در 2 موضوع دولت آقای موسوی، ماجرای 99 نفر و همچنین در باب برکناری آقای محمد هاشمی از ریاست سازمان صدا و سیما، نشون میده که آقای روحانی مشخصا با نظرات آقای خمینی مخالفت کرده و او رو فردی ضد ولایت فقیه معرفی میکنه. اینها نکاتی نیست که در فضای سیاسی جمهوری اسلامی اینها رو فردی به عنوان روایتگری مستند بتونه بپذیره. جمشید، اشاراتی که آقای محمدی کردن در واقع اون 3 موردی که گفتن، برای بعضی ممکنه بگن که اصلا این نقطه قوت آقای روحانی است، یعنی این میتونه اون امتیازی باشه که آقای روحانی در فضای سیاسی حال حاضر کشور داشته که او رو به تنها گزینه‌ای تبدیل کرده که بتونه اوضاع رو به دست بگیره و کمی آرامش به وجود بیاره. خب ببینید، این در شرایط فعلی شاید صدق کنه با توجه به بحثی که آقای روحانی داشته در مورد اعتدال و اینکه باید میانه رو بود و دو طیف در واقع چهرهای میانه رو هر 2 جناح سیاسی از اصلاح طلبان و اصولگرایان رو گرده هم آورد. و مسئله اصلی چیزی که از زبان آقای لاریجانی هم امروز گفته شد، یعنی بحث این دعواهای داخلی نباید باشه، نباید این چیزها نون و آب نمیشه برای مردم و سازندگان این فیلم رو در واقع مورد عتاب قرار میده آقای لاریجانی. این حرفی است که خود آقای روحانی هم میزنه که الان شرایط این بگونه است که مسئله اصلی ما این چیزها نیست، مسئله اصلی بحران اقتصادی است، بحث تحریم ها است و ما باید فارغ از اینجا جنجال های سیاسی حرکت کنیم به این سمت. در مورد خود اون چه که در فیلم گفته شده، ممکنه که به هر حال قطعا در این فیلم گزینش صورت گرفته، یعنی بخش های برجسته تر از بخش های دیگر شدن، اما جهتگیری کلی آقای روحانی رو در 30 سال گذشته به گونه‌ای نشون میده که مسئله اصلی به نظر من اینجاست که در
کمپین انتخاباتی آقای روحانی بر این نکات اشاره نمی‌شد. یعنی نکاتی که آقای محمدی میگن، حتی اگر موافق باشیم، به هر حال خود آقای روحانی هم مایل نبوده زیاد روی این مسائل بحث بکنه. یعنی اونجایی که آقای روحانی برگشت گفت من سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم، که در اینجا هم به شکلی طنزآمیز اشاره میکنه که در دوره شاه هم وقتی که سرباز بوده همین جمله رو خطاب به فرمانده پادگان میگه آقای روحانی که من حقوقدان هستم و سخنرانی های من به عنوان روحانی مخالف قانون نیست. مجموعاً نکاتی رو برجسته کرده که شاید هدف اصلیش بیشتر از این که تخریب آقای روحانی در میان منتقدانش باشه، دل سرد کردن هواداران نیست که با چهره دیگری از او در جریان انتخابات آشنا شده بودن. هوادارانی که به اصلاح طلبان نزدیک هستن، هوادارانی که وقتی که آقای خاتمی نتونست وارد انتخابات بشه، آقای رفسنجانی رد صلاحیت شد، آقای عارف انصراف داد و اونها همه توان خودشون رو پشتوانه آقای روحانی کردن که او پیروز انتخابات بشه و او رو به عنوان نامزد واحد خودشون معرفی کردن. خب در جریان رقابت‌های انتخاباتی آقای روحانی از پیروزی در از فضای باز سیاسی صحبت کرد، از اینکه باید مشکلات حل بشه، چهره دیگری از عملکرد خودش در جریان کوی دانشگاه دفاع کرد، چیزی که آقای قالیباف اگه یادتون بیاد اون رو در رویی که بین اون دو صورت گرفت. خب حالا این فیلم میاد نشون میده که آقای روحانی در جریان کوی دانشگاه عملکردش چگونه بوده. به نظر میرسه که طرفداران آقای روحانی تمایل زیادی ندارن که این بحثا الان گفته بشه. آقای محمدی، این نکته جالب حداقل برای من این هستش که اغلب یعنی قریب به اتفاق سازندگان فیلم زن هستن. شاید دلیل این که مثلا بحث حجاب اجباری و نقش آقای روحانی در اجباری کردن حجاب در ارتش هم بهش اشاره شده همین باشه. اما فکر میکنید آیا اون در واقع نکات تاریخی که برای روایت در این فیلم انتخاب شدن میتونن شخصیت واقعی آقای روحانی رو به نمایش بگذارن، یا اینکه این انتخاب ها به گونه‌ای بوده که فقط بخشی از شخصیت او رو نمایان میکنه؟ ببینید، اینکه فرمودید که سازندگان فیلم زن بودن، اینها زنانی هستند که با نهادهای امنیتی و نظامی همکاری میکنن. این مؤسساتی که این گونه کارها رو انجام میدن مشخص هست که از کجا این منابعش از کجا تأمین شده. بحث حجاب هم که در فیلم مطرح شده، عمدتا مخاطبش نیروهایی هستند که به آقای روحانی امیدوار هستند، یعنی طبقه متوسط، کسانی که امروز با وضعیت فرهنگی در جمهوری اسلامی مشکل دارن. فیلم میخواد به اونها بگه چندان به آقای روحانی امیدوار نباشید، چون ایشون همان کسی است که حجاب اجباری رو در ادارات شروع کرد. یا در باب 18 تیر، چهره‌ای که از آقای روحانی به نمایش میذاره در نهایت چهره یک سرکوبگر هست، چهره یک حقوقدان نیست، کاملا در مقابل دیدگاهی که آقای روحانی در کارزارهای انتخاباتی میخواستن از خودشون به نمایش بگذارن نکاتی رو عرضه میکنه. اما آیا اینکه این فیلم فرازهای مهم تاریخی زندگی آقای روحانی رو به نمایش میگذاره؟ من فکر میکنم مسائل مهم، در واقع شش رویداد مهم تاریخی در 35 سال گذشته در این فیلم مطرح شده که همه اینها حتی اگر پاسخ فیلم پاسخ قانع کننده‌ای نباشه، حداقل دریچه هایی رو برای مخاطبان باز میکنه که به سراغ این موضوعات برن. بحث پایان جنگ، هنوز دو روایت متفاوت در میان مقامات جمهوری اسلامی ازش وجود داره. در مورد مدیریت صدا و سیما باز دو دیدگاه متفاوت وجود داره. در مورد 18 تیر، در مورد موافقتنامه سعدآباد، اینا همه موضوعاتی هستند که در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی اینها موضوعات چالش برانگیز هستند. در برخی از موضوعات، حداقل در دو موضوع، فیلم تلاش کرده که دیدگاه مقابل رو نه از زبان راوی بلکه از زبان شخصیت‌های دیگه بیان کنه. مثلا در موضوع پایان جنگ به سراغ آقای محسن رضایی رفته و ایشون داره دیدگاه مقابل رو بیان می‌کنه، یا در موضوع 18 تیر به سراغ آقای نبوی رفته و به سراغ آقای زاکانی، اونها دیدگاه مقابل رو بیان می‌کنن. اما در موضوعات دیگه این فیلم نتونسته این کار رو به خوبی انجام بده. حالا یا برخی نخواستن با سازندگان فیلم همکاری بکنن، یا فیلم اصولاً بناشو نداشته که به سراغ دیدگاه مقابل از میان مقامات جمهوری اسلامی بره. اما موضوعاتی که در فیلم مطرح شده
به نظر من موضوعات چالش برانگیز هست، موضوعاتی است که ما سالها میتونیم در موردش بحث کنیم. کسانی که تاریخ جمهوری اسلامی رو می‌نویسن حتما به این مقاطع برخواهند گشت. مثلا بحث ایران گیت بحث قابل توجهی هست، یکی از مقاطع مهم در تاریخ روابط ایران و امریکا بوده که در فیلم بخش‌هایش البته باز شده. فیلم از جهت طرح موضوعات به نظر من کار مثبتی رو انجام داده، اما لحن فیلم متاسفانه بسیار شبیه به لحن برنامه‌های رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هست، شبیه هست به برنامه 23 که کاملا لحن زننده ای هست. جمشید، به عنوان آخرین سوال اگه خیلی کوتاه بگی، آقای محمدی اشاره کردم به سازندگان فیلم، میدونیم این گروه چند رسانه‌ای شفق که پشت فیلم هست، فیلم رو در واقع سرمایه گذاری و ساخت کرده، به چه گروهی نزدیک هست، از کجا نشأت میگیره؟ هم مؤسسه شفق هم مؤسسه سفیر فیلم که در واقع توزیع کننده این فیلم هست اطلاعات خیلی زیادی در موردشون وجود نداره، ولی مؤسسه سفیر فیلم مؤسسه فوق‌العاده فعال در چند سال اخیر خیلی فعال بوده. گفته شده که خود در معرفی خودشون میگن که تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف رو انداختن، اما دست کم موضوعاتی که کار کردن، فیلم‌هایی که ساختن کاملا نشون میده که جهت‌گیری سیاسی کاملا مشخصی دارن، به طیف تندرو اصولگرایان نزدیک هستن. حالا اینکه منابع مالی اونها از کجا تامین میشه توضیح در این مورد داده نشده، ولی کاملا همسو هستن از نظر سیاسی با طیف تندروی اصولگرایان، و با توجه به اینکه این فیلم ها خب فروش ندارند و درآمدی تولید نمی کنند، باید از جاهای بودجه این نوع مؤسسات این شکلی تامین بشه که دیدگاه های سیاسی اونها رو ترویج بکنه. متشکرم جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران در بی بی سی، و همینطور مجید محمدی، جامعه شناس از واشنگتن با ما. ممنونم آقایان.